هایی که می نویسم یا نوشتم اینا همیشه تحت تاثیر جامعه خودم و یا حتی دنیا، اتفاقاتی که در دنیا می افته و همچنین طبیعت. بسیار طبیعت برای من خوشایند بوده و هست. آشنایی من با موسیقی با سنتور شروع شد و برای یه چند سالی با دوره‌های ردیف موسیقی ایران و مقام‌ها آشنا شدم. بعد از چند سال با شنیدن آثار موسیقیدانان بزرگ دنیا با موسیقی کلاسیک غربی آشنا شدم. به ذهنم می رسید که در رابطه با موسیقی ایران و نغماتی که به موسیقی مملکت ما مربوط هست، من آثاری رو برای موسیقی سمفونیک و یا ارکستر کوچکتر، ارکستر زهی، استرینگز بنویسم. مسیر کارم رو همونجور که عرض کردم با توجه به ساختار موسیقی ایران ادامه دادم. یک حس خیلی قوی در من ایجاد شده بود که این کار رو انجام بدم و با مبارزت و خیلی علاقه بسیار فراوان اوقات بسیار زندگیم رو صرف این مسئله کردم.
سبک کارم در واقع به گفته افراد علاقمند میگن که سبک نسبتاً خاص خودتو داری و خب خوشحالم که همچین چیزی هست، امیدوارم که اینجوری باشه. اگر قطعه ای رو برای موسیقی سمفونیک می نوشتم، هدف من این نبود که موسیقی سمفونیک ارائه بدم که مثلا دارای اون فرم های موسیقی خودشون هستن. من فقط استفاده از این ارکسترها کردم، چه ارکستر سمفونیک کامل، چه ارکستر زهی یا زهی و سازهای بادی، و هدفم این بود که ملودی های بسیار زیبایی که در موسیقی ما هست به این شکل ارائه داده بشه و آنچه که در واقع درون من میگه به طور خیلی خالص نسبت به این قضیه همیشه فکر کردم. هیچ وقت فکرم این نبود که یک موسیقی ساخته بشه که فقط صرفا برای اینکه یه نفر جایی میخواد مبلغی بابتش پرداخت کنه منم زود اونو بنویسم. صرفا تمام وجود من آغشته میشد به این موسیقی. معمولاً آدم ها خب به فکر تشکیل زندگی و مسائل مالی زندگیشون و اینو بخرن اونو بخرن. من حالا شایدم درست نبوده، ولی به هر جهت به هیچ عنوان به این مسئله فکر نکردم. عشق به موسیقی و اون نیروهایی که در من وجود من بود همیشه منو فقط به این نوشتن موسیقی وادار میکرد، منتها نه اینکه من خیلی خیلی دائم موسیقی های زیاد و رج بزنم و بنویسم. همیشه فاصله های زیاد هم بینش می افتاد، اما با اونها زندگی می کردم و سیر می کردم. آثار مختلفی نوشتم که الان اونها یه مقدارشون سی دی شدن، یه مقدار زیاد دیگه شون نشدن، ولی خب موجود هست، نوشته شده یا احتمالا کنسرت داده شده. اولین قطعه ای رو که نوشتم موسیقی بود برای سنتور و دوتا تار، و سپس قطعات
دیگری برای سازهای سنتی موسیقی یک صدایی نوشتم و به دلیل علاقه زیاد به کار موسیقی پولیفونی شروع کردم به نوشتن قطعاتی برای موسیقی کودک. یه مجموعه از کارام رو که به سی دی درآوردم قطعاتی در اون داره که با قطعه تلاش به نام تلاش شروع میشه که همچنان سیر داستانی رو طی میکنه، یک حالت سه بخشی داره و محتوای موسیقی همیشه به شکل داستانی بوده، یعنی حسی بوده که همیشه موقع کار آهنگسازی داشتم، هیچ وقت به فکر کار سفارشی نبودم. با عشق و علاقه خیلی خاصی و درونی قطعه رو ساختم. قطعه تلاش قطعه است برای ارکستر سمفونی که سازهای سنتی نداره و ولی تمهایی که در اون استفاده میشه تمهایی است که مال این مرز بومه، مال کشور خودمون و معمولا حتی خود من وقتی موسیقی رو گوش میدم هر بار میتونم یک تجسمی از تصویر زندگی خودم داشته باشم یا هر کسی دیگه ای. به عنوان مثال آدم های مختلف که گوش کردن هر کسی یه برداشتی میکنه و این همون چیزیه که موسیقی باید بگه. قطعه ورساقی برای ارکستر سمفونیک و تار آذری نوشته شده. این ملودی که به نام ورساقی هست در زمان جشن‌های ترکمن‌ها در هنگام جشن اسب دوانیشون استفاده می‌کردن. این برای این ارکستر تنظیم شده و تار آذری اونم آقای عبدالله قربانی اجرا کردن. دو تا موسیقی برای فیلم نوشتم. اولیش موسیقی گراند سینما هست که به کارگردانی حسن هدایت و این فیلم جنبه تاریخی داره، در دوره از زمان قاجار رو نشون میده و فیلم حالتی هم جدی و هم طنز درش داره.
متن بعدی از آقای خسرو سینایی هست و به اسم به کوه مهربان بیندیش، که در رابطه است با قنات‌های ایران و ترکیب سازبندی برای سازهای سنتی هست. شاهبانو موسیقی محلی فارس هست که من اون رو برای ارکستر سمفونیک تنظیم کردم. تأثیراتی که در جامعه بوده، اگر خشونتی بوده، اگر رفتارهای دیگر اجتماعی بوده، همه اینها اثر خودشو در کارهام گذاشته. هنوز که هنوز همون حالتو داره، بلخص که کار اخیری که نوشتم که حدود یک سال طول کشید و عنوانش هم تحت عنوان عشق هست، این همچنان تحت تأثیر تمام دوران زندگی، تمام آثار موسیقیدان ها، موسیقی خودم، موسیقی مملکت خودم، به طوری که حتی از ردیف موسیقی ایران هم در این کار که برای ارکستر بزرگ سمفونیک هست اضافه کور، سنتور و کمانچه، از ردیف موسیقی ایران هم حتی استفاده شده. این ارکستر سمفونیک داره یه قسمت هایی درست این ردیف موسیقی ایران رو اجرا میکنه در مقام ماهور و یا راسپنجگاه. قسمت های دیگه هستن که حرف های دیگه برای گفتن دارن و همه این قطعه اخیری که ساختم میشه گفت چکیده ای از تمام دوران کار موسیقی این بوده و نکته دیگه همون که در ادامه با صحبتی است که کردم، عشق و خلوص از چیزایی بوده که حرف اولو در کارهای هنریم زده.